ادامه بخش چهره های ماندگار. عبدالرحمن جامی، عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. هر وقتی که سالگرد شخصیت های سرشناس ملت را جشن گرفتنی می شویم، از خود سوال می کنیم که بزرگی و محبوبیت آنها در چیست؟ امروز در سیمای مولانا جامی به این سوال با آسانی می توان پاسخ گفت. یعنی بزرگی عالمان و عارفان معروف و محبوب چون مولانا جامی پیش از همه در جاویدانی بودن آفریده های آنهاست، زیرا هرچی آنها گفتند در ضمیر نسل ها مسکن گرفته است و بی‌گزند و جاویدانه باقی مانده است. بخصوص عبدالرحمن جامی که به اعتراف همزمانانش از شخصیت های فوق‌العاده ادبی، علمی و فرهنگی محسوب می‌یافت و بیرون از خاک خراسان و ماوراءالنهر، از فارس تا آسیای صغیر و عراق و هندوستان شهرت‌یار بود. شاعر و نویسنده معروف و علاقمندان شعر و شاعری تکلیفاتشان را با عبدالرحمن جامی برای داوری می‌فرستادند و سنجش او می‌گذرانیدند. با صحبتش می‌شتافتند و از او سبق می‌گرفتند. ذوق بدیعی، دانش و تجربه و هنر و مهارت مولانا در ارزیابی آثار ادبی و مسئله های علم و عرفان گذشته و معاصر محکی با اعتماد و ردناپذیر به شمار می رفت. از اینجاست که او را بهترین حکم زمانش می دانستند. دلیل دیگر معروفیت عبدالرحمن جامی در این بود که او نه تنها در بین اهل علم و ادب و علاقمندان آثارش، بلکه در میان حاکمان دور شهرت و آبرو و اعتبار زیاد داشت. از جمله سلطان حسین بایقرا که صاحب طبع شاعری هم بود، به جامی ارادت مخصوص داشت و از او در حل مسئله های گوناگون مصلحت و مشورت می گرفت. مثال دیگر که از آبرو و اعتبار فوق‌العاده عبدالرحمن جامی در کشورهای خارجی شهادت می دهد این است که امیر مظفرالدین جهانشاه، پادشاه آن وقته عراقین، همدان و آذربایجان با او همچون دوست قدردان مکتوب می نوشت و اشعارش را برای ارزیابی می فرستاد. در بین اهل علم و ادب، همچنین در نزد حاکمان سرزمین خود و قلمروهای دیگر چنین شهرت بی اندازه پیدا کردن در تاریخ جامعه بشری به کم کسان میسر گردیده است. از این جهت تحقیق خصوصیت های این پدیده نادر و عامل های ظهوری آن نه تنها برای شناخت درست شخصیت های ناتکرار مثل مولانا جامی و آثار و اندیشه آنها، بلکه برای روشن کردن سمت های اساسی رشد علم و ادب و فرهنگ معاصر و سبق در کاری برداشتن از آنها در روزگار ما نیز امری واجب می باشد. مولانا جامی در محیط ادبی، هنری، فرهنگی و علم و اجتماعی هرات یکی از مرکزهای قدیمی و نامدار مردم آریای تبار زندگی و ایجاد کرده است. در آن دوران در مدرسه های این شهر باستانی موافق معلومات سرچشمه های تاریخی تا 11,000 نفر طالب علمان مشغول تحصیل بوده، عالمان و مدرسان نامدار با آنها سبق علم و عرفان می دادند. طبیعی است که چنین محیط سازگار ادبی و علمی و فرهنگی و هنری برای ظهور و رشد و کمال شخصیت فوق‌العاده چون شاعر، عالم و عارف برجسته عبدالرحمن جامی مساعدت نموده است. یکی از عامل‌های دیگر ظهور عالم و شاعری نادر مثل عبدالرحمن جامی بی‌شبه وابسته به شخصیت فوق‌العاده او میباشد. نخستین رساله علمی مولانا شرح به کتاب دانشمندی معروف زمانش قاضی زاده رومی در علم حیات یا نجوم بود که آن وقت مؤلف اندکی بیشتر از 20 سال داشت. رابطه علمی و مکاتبات دوستانه که میان عالم زبردست و صاحب کلام چون قاضی زاده رومی، همکار و همسفر اولوغبک در سمرقند و یک جوان تاجیک هراتی عبدالرحمن جامی برقرار گردیده بود، خود گواه آن است که او در واقع صاحب استعداد و دانش غیرعادی بوده است. قاضی زاده رومی برداشتش را
از شخصیت عبدالرحمن جومی چنین به قلم داده است: تابینای سمرقند است، هرگز به جودت تب و قوت تصرف این جوان کس از آب امویه بدین جانب عبور نکرده. زین الدین محمود واصفی هم در اثر معروف خود بدایع الوقاع مولانا جامی را یکی از پنج نفر شخصیت های حیرت آور زمانش نامیده است. بخش چهره های ماندگار در باب عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان ادامه دارد.